نعت اول اینجا راجع به حضرت پیامبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه سخن میگوید و سخنی عاشقانه و بسیار زیباست که از ابیات حضرت مولانا در مثنوی جمع کرده است و به شکل ترتیب نموداری و ترتیب مفهومی کنار هم آورده است. در صفت خلافت محمدی صلوات الله و سلامه علیه که مظهر اسم اعظم است. خب اینجا میگوید که حضرت محمد خلیفه هست، جانشین است. انی جائلون فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در زمین، یک خلیفه میخواهم قرار بدهم. این خلیفه ها از آدم و هارون و داوود علیه السلام هستند، اما ختم خلافت و نهایت خلافت و بالاترین درجه خلافت حضرت حق تعالی به اختصاص به حضرت محمدی صلوات الله السلام علیه دارد. در صفت خلافت محمدی که مظهر اسم اعظم است، خداوند خود عظیم است و اسماء او خدا، همه اسماء خداوند همه اعظم هستند. یکی از مظاهر اصلی اسم اعظم خداوند همین اسم احمد صلوات الله علیه و سپس محمد هست که راجع به این عرفا بسیار سخن گفتند و مطالب خیلی زیبایی در این مورد بیان کردن. مثلا شیخ شبستری میگوید که ز احمد تا احد یک میم فرق است. اگر احمد رو بگیریم میم رو برداری میشود احد، همان مرتبه احدیت ذاتیت حضرت حق تعالی. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. در حالی که این میم است، میمی است که بین احد و احمد است. این میم در حقیقت نشانه تعینات و صور تعینیه از حق تعالی است و آن مرتبه‌ای که از احدیت که مرتبه احدیت بود به مرتبه واحدیت رسیدن توسط میم محمدی است و میم احمدی است. میم احمدی موجب می شود که تجلیات ذاتیه حق تعالی به تجلیات صفاتیه او مبدل شود. قطب الاقطاب، قطب همه قطب، قطب در حقیقت مرکز یک مرکز این آسیاهایی که هست بهش قطب می گویند و آسیا بر حول محور آن می چرخد. قطب رها گفتن، یعنی قطب آسیا که همه چیز گرد محور او میچرخد. او قطب الاقطاب است و اکابر بارگاه تحقیق، آنها که به دنبال حقیقت رفتند متفقند که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله خلیفه مطلق است. او خلیفه مطلق، خلیفه کامل است بدون قید و شرط. و آدم و هارون و داوود علیهم السلام اگرچه خلفا بودند، اما خلعت خلافت کامله جز بر بالای بالای او راست نیاید. همه خلیفه بودند، اما خلیفه مطلق و خلیفه کامل همان حضرت مصطفی صلوات الله علیه است. و اینجا لطیفه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اینجا لطیفه این آیه روشن می شود که و من یطع الرسول و هر کس اطاعت کند از رسول فقط اطاع الله، تحقیقا از خدا اطاعت کرده است. یعنی اطاعت رسول در موازات و محازات و مساوی اطاعت خدا قرار داده شده است و این نشان می‌دهد که اطاعت خدا چون مطلق است، بنابراین اطاعت ولی مطلق خدا هم مطلق است. همچنان که خدا از خداوند باید اطاعت مطلق کرد، همچنین است از پیامبر که او نیز چون خلیفه مطلق است بایستی بالاطلاق از او اطاعت کرد. و نکته من رعانی فقط رع الحق، این هم
روایتی از پیغمبر که فرمود من رعانی هر کس مرا بنگرد، پیغمبر فرمود هر کس مرا بنگرد فقط رع الحق، در آن صورت حق رو خداوند رو دیده است. اومدن به پیغمبر عرض کردن که ما چگونه میتوانیم خدا را ببینیم؟ فرمود به من نگاه کنید و خدا را ببینید، من خلیفه مطلق او هستم، من خلیفه حق تعالی هستم، اگر به من بنگرید در من تمامی تجلیات و شؤونات جلالیه و جمالیه و ربوبیه او رو مشاهده خواهید کرد. این بحث انسان کامل است که ابن عربی و مولانا و سایر بزرگان به این توجه کردند و انسان کامل رو آینه تمام نمای حضرت ربوبی دانستند. و اینجا لطیفه و من یطع الرسول فقد اطاع الله و نکته مرعانی فقد رأى الحق روی نماید و به جهت این حال خاتم خاتمیت به نام نامی او منقش گشت. خاتم که معلوم است آن انگشتری که نگین انگشتری که بر آن اسم خاصی می نوشتند و معمولا چون امضا در آن زمان خیلی معمول نبوده است، در پایان نامه ها اون مهری که بود و بعد نگین انگشتر او بود و نقش نگین هر کسی معین می شد، از او رو می زدن در پایان نامه، یعنی این نامه ختم شد و هر کسی چیزی می نوشت در پایان آن او رو، این خاتم رو و این چیزی که دقیق خاتم بوده است و تمام کننده ختم کننده همه این نامه و آن موضوعات بوده است، ختم کننده طغراهای سلطانیه بوده است، این رو در ذیل آن منقش می کردند و می زدند. و بنابراین می گوید و جهت این حال خاتم خاتمیت به نام نامی او منقش، چون دیگر خداوند خلیفه مطلق خود رو بعد از مدت ها فرستاد بر زمین، بر روی زمین و استفا کرد و برگزید و پیغمبر رو به عنوان جلوه حقیقی و اتم خود در این جهان فرستاد، بنابراین وجود او خاتمیت نبوت، ختم نبوت رو اعلام کرد و ختم همان این بود که دیگر نیازی به نبی نیست و هر آنچه که یک نبی میبایست بگوید و بکند این حضرت همه آنها را انجام داده است. و البته معتقد است که ابن عربی در اینجا معتقد است که حضرت مهدی صلوات الله علیه هم خاتم اولیاست، یعنی همچنان که پیغمبر اسلام خاتم انبیاست، حضرت مهدی صلوات الله علیه حضرت حجت خاتم الاولیاست. و البته با یک تغییراتی که نه اینکه اولیا ولی بودن ختم نمی شود، چون پس از ایشان هم ما اولیایی داریم، اما به هر حال از بقیه اولیا همچنان که بقیه انبیا در حقیقت از وجود حضرت پیغمبر استفاده می کنند و وجود همه این انبیا وابسته به وجود حضرت پیغمبر بود، وجود همه اولیا هم وابسته به وجود حضرت حجت صلوات الله علیه هست. که ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر یکی از پدران شما نیست، پیغمبر فرد عادی نیست و شخص معمولی نیست، درسته که بشر است مثل ما صفات بشری دارد ولی در انسانیت و در شرافت هرگز مثل ما نیست و او برگزیده است و او استفا شده است. این گمان که پیغمبر هم شخصی مثل ما هست گمان البته باطلی است، چرا که او مصطفی است و هیچ کس دیگر به آن شکل مصطفی و برگزیده نیست. اما از جهت بشریت، از جهت اینکه بر دو پا راه برود و دو دست داشته باشد و چشم و گوش داشته باشد و مانند ما به غذا و آب و خوابیدن محتاج باشد، از این جهت بشریت او رو مد نظر گرفتم، ولی اینکه
یک عده‌ای بگویند که او هم شخصی مثل ماست و ما با او فرقی نداریم، البته این بهتان عظیمی است. بلکه رسول الله، این رسول الله و خاتم النبیین هست و شرع ازهر و دین انورش از نسخ و تغییر مبرا و معرا بماند و انا له لحافظون. می فرماید که دین او نسخ نمی شود، دین های دیگر توسط دین های بعدی نسخ شد، دین مسیحیت توسط دین یهودیت توسط دین مسیحیت نسخ شد و دین های دیگر همه توسط ادیان دیگر نسخ شدند، اما دین اسلام دینی بود که ناسخ است و منسوخ نیست و هیچ چیزی از آن نسخ نشده است. مبراس و معرا یعنی خالی و بی جهت بماند. و انا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود این ذکر رو فرستادیم، آیه قرآن است دیگه، و خود ما هم حافظ او هستیم. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نائبی باید از آن من یادگار. همه اون موارد رو که بیان کرد در حقیقت کل این مطالبش که ما در این ابیات خواهیم خوند و اونجا شرح کرد، راجع به خلافت سخن گفت، اکنون اینکه خلیفه چیست و چگونه میتواند باشد راجع به این بیان میکند. چون که شد از پیش دیده وصل یار، وقتی وصل یار از پیش دیده رفت یعنی ما خداوند رو مستقیما ندیدیم، نائبی باید از آن من یادگار، بایستی از او نائبی باشد که سخنان او رو با ما بگوید. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب. این رو به شکل دیگری هم گفتن، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب. میگوید وقتی که گلستان از بین رفت، خب ما بوی گل رو توسط گلاب میچشیم و از آن جهت ما وقتی خود خدا رو درک نمی کنیم و مستقیما با خداوند نمی توانیم رابطه داشته باشیم، بنابراین خدا رو در وجود و سیمای عظیم حضرت مصطفی ملاحظه می کنیم. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقامش جز چراغ. خب میگوید همچنان که ما وقتی خورشید نیست در شب چراغ رو به جای آن جایگزین میکنیم، وقتی خدا نیست خلیفه او و جانشین او رو سر راه خود قرار میدهیم و به او تأسی میکنیم. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. خدا رو چون در عیان و در ظاهر نمیتوان دید، بنابراین خداوند خود کسانی را فرستاد که ما آنها را ببینیم و از آنها بوی گل الوهیت را بگیریم و اینها گلابی هستند که ما در نبود گل به اینها پناه میبریم و چراغی هستند که در نبود خورشید به اینها روی میآوریم. نی غلط گفتم که نایب یا منوب، گرد و پنداری قبیح آید نخوب. گفت که نه، اتفاقا اینجا یک خورشید هست یک چراغ هست، هر دو هویت دارند، هر دو وجود دارند، یا ظل و زیزل، سایب و صاحب سایه، اینجا دو چیز است. اما چون مولانا به وحدت وجود معتقد است میگوید نه غلط گفتم که نایب یا منوب، یعنی این پیغمبر نایب است و خداوند منوب است، او از جانب او هست و این خلیفه است که از جانب او آمده است. میگوید اصلا اینها دوتا نیستن، که این حضرت محمد خود تجلی خداوند است، اینها هیچ با هم فرقی ندارن و تفاوتی ندارن. این که ما بگوییم یک محمد است و یک الله اشتباهه، این محمد در حقیقت نوری از جلوات همان حضرت الله است، الله و نور و السماوات والارض. محمد مشکاتی است، زجاجه است، مصباحی است از آن نور ازل و ابد و از آن نور اعلا. نی غلط گفتم که نایب یا منوب، گر دو پنداری قبیح آید نه خوب. اگر دوتا اینها رو حساب کنی قبیح هست. مولانا میگوید بعضی ها لوچ هستن، دوبین هستن، به خاطر همین اشیا رو دوتا دوتا میبینن، در حالی که اگر اینها لوچ بودن رو
و تفکرات خاص خودشون کنار بگذارن، همه چیز واحد است، همه چیز یکی است. مانند آن که میگوید اگر ما در خانه ها و منزل ها که نور آفتاب بر آن تافته است، وقتی این خانه برویم میبینیم خورشید آنجا هم تافته است، در خانه دیگر و پس دیوار دیگر باز خورشید آنجا هم تافته است و همچنان میلیون ها و میلیون ها خانه تافته است. ولی اگر این خانه ها دیوار ها رو خراب کنیم، همه یک چیز خواهد بود، همه یک آفتاب است که بر همه اینها تابیده است. و بنابراین میگوید همه اینها در حقیقت نشان از وحدت وجود دارد. نی دو باشد تا توی صورت پرست. میگه نه، تا زمان که صورت پرست هستی تو صورت رو میبینی دو خواهی دید، اما وقتی از صورت پرستی کنار رفتی در آن صورت فرق کرد. پیش او یک گشت که از صورت برست. کسی که از صورت برهد نزد او همه چیز یکی است. ولی ما تا زمانی که گرفتار صورت ها هستیم، گرفتار ظواهر هستیم، این تکثر رو خواهیم دید، این کثرت رو خواهیم دید. ولی وقتی این صورت ها از بین رفت دیگر کثرتی باقی نمی ماند. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. میگوید کافران پیغمبر رو گفتن اینم بشریه، و خب بشری هم بود، خود فرمود که قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه. من فرقم با شما این است که به من وحی می شود به شکل خاص. بنابراین میگوید که اینها چگونه خود احمد را دیدن ولی انشقاق قمر را ندیدن. انشقاق قمر و شکافته شدن ماه را ندیدن که از معجزات هزارگونه پیامبر است که همه میدانیم و میشناسیم. شبی بود، شب بسیار آرامی بود، ماه شب 14 در مکه تابیدن گرفته بود و چون روزها گرم بود مردم شبها برای تفرج در زیر مهتاب می نشستند و برها با هم مراوده می کردن. ایام حج بود و خیلی ها آمده بودند و هزاران نفر در مکه حاضر بودند و شب هم آنچنان بود. آمدن هی پیغمبر رو مسخره کردن، از جمله ابو جهل و ابو لهب مسخره کردن و گفتن که ها باز هم برای اینکه تازه واردها جذب اسلام نشوند خواستن تخریب کنن شخصیت پیغمبر رو. پیغمبر فرمود که چه کنم که شما بپذیرید؟ همه گفتن خب ما میگوییم که تو دروغ میگویی، تو کذاب هستی، تو ساحر هستی. پیغمبر فرمود که هر چه بگویید انجام میدهم. یک دفعه به ذهنشان آمد، گفتن اگر میتوانی این ماه رو دو نیم کن، یک نیمه آن رو به سمت مشرق و یک نیمه دیگر رو به سمت مغرب بفرست، آن وقت ما میفهمیم که تو پیغمبر هستی. پیغمبر فرمود اگر چون این کنم آیا میپذیرید؟ گفتن بله حتما میپذیرید. مشهور است که در مثنوی هم پیغمبر صلوات الله علیه دو انگشت مبارکش رو گرفت جلوی ماه و وقتی انگشتان خود رو از هم باز کرد ماه به دو نیمه شد، شق القمر اتفاق افتاد، یک نیمه به شرق و یک نیمه دیگر به غرب در آمد. همه به سجده افتادن، کسانی که بودن، آنهایی که بت‌پرست بودن و برای حج اومده بودن، حج بت‌پرستی آمده بودن، همه به سجده افتادن. و بعد از مدتی پیغمبر اینها رو برگردان آن دو نیمه رو و باز اینجا گفته بودن که ما خواهیم برد. گفتن او ساحر است و در چشمان ما و در ذهن ما تصرف کرد و ما چنان فهمیدیم که او اینها رو از هم جدا کرد. در آن شب خیلی ها ایمان آوردن، ولی کسانی که خود رو به خواب زده بودن اینها هرگز بیدار نشدن، چون که میبایست این حقیقت رو ببینند. میگوید چگونه احمد بشر رو دیدند اما این شق القمر رو ندیدند. خب این یک باور درونی میخواهد که یک انسان از درون این مسائل رو درک کند. خاک زن در دیده حس بین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. میگوید دیده‌ای که فقط حس حواس پنجگانه رو ببیند، این حس ظاهری رو ببیند، این رو توش خاک بریز چون فایده ندارد.
دیده ای که پشت دیوار رو نبیند به چه درد میخورد؟ دیده ای که اسرار رو نبیند به چه درد میخورد؟ دیده حس دشمن عقل است و کیش. این دیده ای که هست هم دشمن عقل و هم دشمن کیش و آیین است. شما اون خطوط رو دیده اید، همه دیده این که با چند تا خط جانبی در کنارش بعضی خطوط که مساوی هستند یکی کوچکتر و یکی بزرگتر دیده می شود. شما در مثلا در راه آهن می بینید که نهایتا اینها به هم چسبیدن، یا در خیلی جاهای دیگه این اشتباه چشم ها رو می بینید، در همین عالم ظاهر می بینید. و یک گروهی بودن در یونان که اینها رو لاادریون می گفتن. لاادری یعنی کسانی که نمی دانستن، و البته سوفسطائی ها هم بودن که در برابر این سوفیزم یا سوفسطائیزم فیلوسوفیا یا فلسفه وارد شد که گفتن می دانیم. اینها می آمدن دو ظرف رو می گذاشتن، یکی بقایت گرم بود و یکی بقایت سرد، هر دو دست خود رو در آن فرو می کردن و بعد از دقایقی، بعد از 20 دقیقه 30 دقیقه دست خودشون رو ور می داشتن و داخل یک جام دیگر که آب ولرم بود و بین آن دو بود فرو می کردن. می گفتن خب شما چه حسی دارید؟ آن دستی که از ظرفی که آبش سرد بود آمده بود احساس گرما می کرد، و آن که از آب گرم در آمده بود احساس سرما می کرد. و اینها می گفتن شما بین دو دستتون در پیش دیدگان خودتون این رو مشاهده می کنید و نمی دانید به این آب چه بگویید. ما چه بگوییم؟ به این آب بگوییم این آب سرد است یا این آب گرم است؟ دست راست احساس گرما می کند، دست چپ احساس سرما می کند. این دو دست هم از آن ماست، از خود ماست. ما چگونه در این یک آزمایش خیلی ابتدایی که حواس ما به اشتباهاتش پی می برد این آب یا سرد است یا گرم است، چگونه هست که یک دست ما احساس سردی می کند، گرمی می کند، دست دیگر احساس سردی می کند؟ خب این نشان دهنده این است که اعتباری برای این حواس ما نیست، اعتباری بر لامسه ما، باصره ما، ذائقه ما نیست. ما ممکن است که چیزی را بخوریم، یک چیز بسیار شیرین را بخوریم، بعد یک چیزی که کمتر شیرین است بخوریم و آن به نظرمان تلخ بیاید. خب وقتی که هیچ کدام از این اعتباراتی که هست، هیچ کدام از این حواس پنجگانه ای که داریم درست عمل نمی کند و غالبا خیلی ساده و سریع به اشتباه می افتد، چگونه ما به این دیدگان خودمون اعتماد کنیم؟ بعضی ها که تحقیق نمی کنن می گوین تا به چشمم نبینم باور نمی کنم. مگر چشم ما چقدر می تواند ببیند؟ در فیزیک اپتیک بعد از 14 متر رو بی نهایت میگن دیگه قابل محاسبه نیست. چگونه ما که با این چشمان تیزبین 14 متر بعد رو نمیتوانیم از نظر فیزیکی محاسبه و مقایسه کنیم، چگونه هست که ما مثلا بگوییم که ما همه چیز را میبینیم و میدانیم؟ ما حواس، همه حواس ما الان در این جایی که نشسته این، چه صداهای عظیمی هست، یک مقدار دسیبل های بسیار بالا، فرکانس های بسیار بالا و فرکانس های بسیار پایین است. ما فقط یک محدوده خاصی رو میشنویم، بقیه رو نمیشنویم. یا در طول موج ها چشمان ما طول موج های بزرگ رو هم نمیبینه، طول موج های ریز رو هم نمیبینه. مادون قرمز رو ما نمیبینیم، ماورای بنفش رو نمیبینیم. ما این همه به این چشمان خودمان اعتماد میکنیم. بزرگان این رو دریافت کردن که به این حواس اعتماد شایسته نیست. انسان بایستی با عقل خود این حواس رو در حقیقت تنظیم کند و بداند که چه می کند. خاک زن در دیده حس بین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش کرد. خدا فرمود اعما، فهو اعما، اعما یعنی کور. میگه اونهایی که هستن با اینکه ممکنه چشمه های خیلی بزرگی هم داشته باشن و ده دهم هم باشد چشمانشان، ولی بصیرت ارتباطی به این ده دهم ندارد. دیده حس را خدا اعماش گفت، بت پرستش خواند و ضد ماش گفت. گفت ضد ماست، ضد خداست.
اون شین هم البته ضمیره دیگه، ضد ما. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. امروز رو دید و فردا رو ندید. کف، کفی که بر روی دریا هست، کف رو میبینه، بگی زیرش دریاست، میگوید نه همین کف است که من میبینم. خواجه فردا، خواجه فردا و حالی پیش او. او خواجه فرداست، اما حالی یعنی امروز اکنون همین زمان پیش اوست. او نمیبیند ز گنجش یک تسو. تسو یک مقیاس زمانی و مکانی خیلی کم است. گفتن که یک تسو در حقیقت یک 24 زمان هست، تقریبا میشه یک ساعتی که ما داریم. در هر 24 ساعت یک تسو میشه. بعد قدما که ساعتهای به این شکل نداشتن، ساعتهای پیشرفته نداشتن، او رو مقایسه میکردن خودشون، یک 24 زمان رو تسو میگفتن. و به اندازه چهار وزن چهار جو رو هم، چهار تا جو رو بذاریم چقدر وزنش میشه، او رو هم تسو میگفتن. در حقیقت همه اینها نشان از چیست؟ نشان از کمی آن است. و میگوید که کسی که فردا را نبیند، این خواجه حال رو میبیند و فردا رو نمیبیند. او گنجی هم داشته باشد، حتی یک تسو هم به دستش نمیرسد، یعنی بیهوده است. شاه راه باغ جانها شرع اوست. شرع او شاه راه باغ جانها، روحها یک باغی دارن که آن یک شاه راه دارد، آن همان شریعت اوست. باغ و بستانهای عالم فرع اوست. آن این باغ و بستانهایی که هست همه فرع آن باغ و بستانهای عالم ملکوت است. همچنان که باغ و بستانهای عالم ملکوت فرع باغ و بستانهای عالم جبروت است و همچنان تا عالم بالا. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. این از ابیات مشهور است که همه شنیدید. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. این سبق، این سابقه، این سبق همان درس هم بهش سبق میگن. این مکتبی که ما آورده ایم، این قرآنی که آورده ایم، این تعلیماتی که آورده ایم، اگر تو هم بمیری این نخواهد مرد. و واقعا همچنین است. 1400 خورده ای هست که باز هم همچنان هست و همچنان خواهد بود، تا جایی که میگویند دیگر بعد از 40 دین غالب اروپا دین اسلام خواهد بود. اکنون در فرانسه این اتفاق افتاده، نسبت به ادیان دین اسلام طبق آماری که میدهند از دین مسیحیت پیشی گرفته است. و گفتن تا 40 بعد، یعنی این آمار 5 قبله، تا 40 دیگر، یعنی تا 35 دیگر در اروپا دین اسلام بر سایر ادیان پیشی خواهد گرفت. رونقت را روز روز افزون کنم. هر روز این رونق تو رو افزایش خواهم داد. نام تو بر زر و بر نقره زنم. خب نام حضرت رو در سکه ها زده اند. منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. اگر من قهر کنم تو قهر کرده ای، اگر تو قهر کنی همان قهر من است. محبت من محبت او. چاکرانت شهرها گیرند و جا، دین تو باشد ز ماهی تا به ما. که گفتن از سمک به سما، سمک و سما یا سمک و سوها که گفتن همین است. سمک یعنی پایین ترین قسمت که همان ماهیان هستند و بالاترین قسمت که ماه است. ماهی تا ماه گفتند، یعنی از پایین ترین قسمت زمین تا بالاترین قسمت آسمان. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. در گشاد ختم ها تو خاتمی، در جهان روح بخشان حاتمی. تو حاتم هستی که روح میبخشی. اگر حاتم تایی مال میبخشید و قضا میبخشید، تو روح میبخشی به انسان ها. و همه ختم ها رو تو میگشایی، همه راه هایی که بسته است، همه بنبسته ها رو که خاتمه یافته است، تو آنها رو میگشایی. معنی نختم علا افباه هم، واشناستین است ره رو را مهم. خب فرمود
همش آیات قرآن است. نختم علی افواههم، نختم یعنی خط میزنیم، مهر میزنیم بر افواهشان. فوه فم هست که جمعش میشه افواه، فم یعنی دهان که جمعش میشه افواه، جمع مکسرش. به خاطر همین میفرماید که نختم، ما مهر میزنیم بر لبانشان که آنها نتوانند جز سخن باطل رو بر زبان بیاورند. تاز راه خاتم پیغمبران بو که برخیزد ز لب ختم گران. فرمود که خاتم پیغمبران آمد تا از لبهای انسانهای آزاده اون ختم گران و آن مهر گرانی که مانع سخن گفتن اینها میشد، این رو از لبان اینها بردارد، کامشان را باز کند و اینها بتوانند سخن بگویند، از الوهیت بگویند، از خدا بگویند، از نیکی و خوبی سخن در میان آورند. ختمهایی که انبیا بگذاشتند آن به دین احمدی برداشتند. سایر انبیا آمدن و مهر کردن، یعنی آمدن مثلا ده فرمان را آوردن و نهایتا مهر کردن، ولی پیغمبر آمد همه اونها اون مهرها رو برداشت و گفت که ادامه دارد آن چیزی که خداوند به ما گفته است، آن تعلیماتی که خداوند از طریق انبیا به ما داده است همچنان ادامه دارد و آن ختمها را از اینجا برداشت و خود وقتی همه جامع و کامل و مانع شد در آن صورت ختم نهایی رو بر آن رقم زد. قفل‌های ناگشوده مانده بود. میگوید مولانا خیلی زیبا بحث میکند، هیچ کس راجع به ختم و خاتم و ختم نبوت این گونه زیبا ننوشته است. خاقانی هم در مورد ختم چیزهای زیبایی دارد، شعرهای بسیار زیبایی دارد که فرصت نیست اونها رو بازخوانی کنیم، ولی این که مولانا گفته هیچ کس نتوانسته بگوید. میگوید که آنچه که این قفل‌هایی که بر لب و دندان انسان‌ها بود و نمی‌توانستند آنچه را که دیده‌اند بگویند و اجازه سخن گفتن نداشتند، از تجلیات الوهیت نمی‌توانستند دم برآورند، آن ختم‌ها رو آمد خاتم بود، آمد تا بگشاید آن ختم‌های دیگر را. قفل‌های ناگشوده مانده بود از کف انا فتحنا برگشود، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب همه این رو چه گفتن؟ انا فتحنا لک رو راجع به گفتن همه مفسران که راجع به فتح مکه هست، در حالی که مولانا میگوید نه، این تنها منحصر به فتح مکه نیست، ممکن است یک مصداق آن هم همان باشد، اما اینجا فتوحاتی است که ابن عربی هم نام کتاب عظیم خود رو فتوحات مکه گذاشت به همین جهته که کسانی یک فتوحاتی و انفتاح‌های ایجاد می‌شود و توسط آن مفتاح کل و توسط آن کلیدگذار اعظم او می‌تواند همه قفل‌ها رو باز کند، همه قفل‌های اندیشه‌ها و معیارهای انسانی رو بگشاید. بهر این خاتم شده است او که به خود مثل او نبود و نخواهند. چرا میگوید خاتم است؟ چون دیگر ختم شد، قصه در پیغمبر ختم شد، قصه خلافت مطلقه حق تعالی در نفس نفیس پیغمبر ختم شد و دیگر به هیچ کس نمیرسد. معنی خاتم این است، معنی خاتم معنی ختم رسالت، ختم هدایت نیست. بعضی ها چنین پنداشتن که پیغمبر که آمد و خاتم شد دیگر قصه تمام است، دیگر نباید به حرف هیچ کسی گوش کرد، نباید هر کسی بعد از ایشان سخنی گفت به او اعتنا کرده. این اشتباه بزرگی است که مولانا به این اشاره می کند. این اشتباه هست که ما بگوییم تمامی هدایت در حضرت ختم مرتبت تمام شد. خب اگر چنین بود چرا خداوند پیغمبران رو فرستاد؟ مگر نه اینکه برای هدایت انسان ها بود؟ آیا هدایت قطع می شود؟ آیا هدایت تمام می شود؟ مولانا معتقد است هدایت تمام نمی شود، بلکه این ختم است بر همه انبیای قبلی، اما راه اولیا تازه باز می شود و راه اولیاست که انسان ها رو دوباره به هدایت می کشاند و اولیاء الهی هستند که پس از پیغمبر فرمایشات
ایشان رو نصب العین قرار میدهند و اونها رو با مردم در میان میگذارند و مردم رو به سوی صلاح و سداد راهنمایی میکنند. کمان امامان معصوم ما هستند در دیدگاه ما شیعیان و البته اولیای دیگری که خود رو به مقام و مرتبه های ولایت رسانده باشند. بهر این خاتم شده است او که به خود مثل او نبود و نه خواهند بود، چون که بر صنعت برد استاد دست، نه تو گویی ختم صنعت بر تو است. هست اشارات محمد المراد، اهل معنی را گشادن در گشاد. میگوید ما مثلا میگوییم که فلان صنعتکار ختم صنعتکاری است، پایان و یعنی صنعتکاری به دست او تمام شده است. بهترین روش و بهترین قراری که بود توسط او در معیار ما به میان آمده است. بنابراین نمیتوان گفت که خاتم معنی آن است که هدایت ختم شده است. نه، هدایت هرگز ختم نمیشود. هدایت همیشه مورد نیاز بشر است و تا یوم القیامه بشر محتاج این هدایت است. هست اشارات محمد المراد، اهل معنی را گشادن در گشاد. اشارات حضرت پیغمبر نهایتاً اهل معنی رو گشایش است و گشایش است و گشایش است. همچنان ایشان که فرموده است، همچنان این دین عظیم دارد بال و پر می‌دهد. یک شجره طیبه‌ای بود که در اسلام کاشته شد و بعد این توسط پیغمبر این شجره طیبه، شجره اسلام در زمین غرس شد و نشانده شد و البته بعدن توسط اولیای الهی، بعدن توسط امامان معصوم ما علیهم السلام اینها شاخ و برگهای بیشتری پیدا می کند. اما بایستی اصلش از همان اصل باشد، از آن اصل نباید دور شود. ولی اینکه ما رفته رفته موضوعات جدیدی نیازمندیم، مسائل جدیدی در مذهب در دیانت پدید می آید با پیشرفت‌های بشری، پیشرفت‌های افکار جهانی، چیزهای جدیدی پیش می آید و ما بایستی اجازه دهیم این شجره طیبه همچنان اصلها ثابت و فرعها فی السما، همچنان این فرعش در آسمان بالا و بالا برود و آنقدر بالا برود که به آن شأن و منزلت حقیقی خود دست پیدا کند. امیدواریم خسته نشده باشید. اگر یه 20-25 دقیقه هم از وقت اون باقی است که این رو یه مقدار سریع‌تر هم بخوانیم. نعت دوم در بیان معراج و ترقی به مقام مشاهده. اینجا هم داره راجع به معراج پیغمبر سخن میگوید. راجع به معراج که میدانید خیلی ها مانند شق القمر این رو هم انکار می کنند. پیغمبر دو معراج داشتند، حداقل دو معراج جسمانی داشتند، یکی در مکه و دیگری در مدینه، آنچنان که گفتند. حال بعضی معتقدند یک بار بوده است و آن در مکه بوده است، ولی طبق تحقیقات محققین گفتند پیغمبر دو معراج جسمانی داشتند. معراج های روحانی ایشان هم که اصلا دیگر به حساب کتاب است، ایشان همیشه در معراج بودند و اینها رو بیان کردند که چیست و چگونه است. معراج اولین مرتبهش از مسجد الحرام بود به مسجد الاقصا. سبحان الذي اسرا بعبده من الليل الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا تا آخرش، که ما شبانگاه پیغمبر رو از مسجد الحرام بردیم و مسجد الاقصا همان فلسطین امروزی یا همون قبة الصخره، و از آنجا به آسمان چهارم گفتن برده یا بیت المعمور عروج کرده از پیغمبر، و پس از آن به مقام دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، به مقام او ادنا رسیده است، به مقام قاب قوسین که آنقدر به خدا نزدیک شد که بیشتر از دو کمان با خدا فاصله نداشت. او ادنا بلکه کمتر از دو کمان هم بود،
که دیگر در حضور کامل بوده و هیچ کس در جهان به این مرتبه از عروج و معراج نرسیده است. در بیان معراج و ترقی به مقام مشاهده و وصول به مرتبه او ادنا دنا فتدلا نزدیک شد، پس نزدیکتر شد. فکان قاب قوسین، به اندازه قاب دو قوس، قوس یعنی کمان، به اندازه دو کمان، او ادنا یا نزدیکتر، اشاره میکند به مقام او ادنا. وقتی هر جا گفتیم مقام او ادنا، همین است که در مقام معراج وجود دارد که تعین اول است. تعینات اولیه، ثانویه که فرصت نیست من اینها رو انشاءالله در جلسات دیگر شرح میکنیم. و باطن مقام قاب قوسین، خب قاب قوسین خود باطنی دارد که اون رو هم توجه کردن و عرفا سخنان بسیار بسیار فراوانی گفتن، هزاران هزار صفحه راجع به همین قاب قوسین سخن گفتن و بسیار دورهای عظیم معرفت رو سفتن و بسیار سخنان عظیمی راندند. یعنی قوسین وجوب و امکان، میگوید قاب قوسین دو قوس است، قوس وجوب و قوس امکان، واجب الوجود و ممکن الوجود. واجب الوجود آن است که حتما باید باشد، ممکن الوجود آن است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد. بین واجب و ممکن اینها رو کنار گذار. وحدت و کثرت، قابلیت و فاعلیت. وحدت و کثرت همان است که بیان کردیم و قابلیت و فاعلیت، اول بایستی قابلیتی در شخصی باشد تا آن قابلیت به فاعلیت عروج کند. خب اینهایی که گفتند قصه ای هست در مکر خرگوش که در قصه مثنوی که شیر و خرگوش رو همه شنیده ایم، که شیری آمد و گفت که هر روز سه چهار حیوان رو می‌درید تا اینکه حیوانات جمع شدن، گفتن بابا اینجوری که ما نه امنیت داریم و همیشه می‌ترسیم. هر روز قرار گذاشتن که به ناب جسته‌شان، مثلا هر یک روز یا دو روز یک بار یا سه روز یک بار، هر یک کسی داوطلب شود و یا قرعه بندازن که او خوراک شیر شود. قبول کردن و رفتن با شیر سخن گفتن و کلو دمنه هم هست و در مرزبان نام و جاهای دیگر هم این قصه هست که آمدن و رفتن و گفتن که خب ما این قرار رو گذاشتیم که هر کدوم از ما خودمون رو بیاییم معرفی کنیم و شما به هر حال آن شخص رو بخونیم. اونم گفت خب چه بهتر، موافقت کرد و هر روز یکی از حیوانات می رفتن و این شیر آنها را می گرفت و می خورد. خرگوشی بود، بسیار باهوش بود، فتن بود و این خرگوش آمد و گفت که من داوطلبم که بروم و با او و خوراک او شوم. بعد رفت این خرگوش، رفت پیش شیر. شیر گفت که پس اون حیوانات بزرگ کجا ماندن که تویی که خیلی جسد کوچک است و فقط سبحانه من هم نمیشوی آمده ای؟ گفت درسته من، و اینو گفت و گفت خب حالا آمده ام. گفت چرا دیر آمده ای؟ گفت سر راه هم یک شیری بود جلوم رو گرفت و نذاشت من بیام. گفت کدام شیر؟ گفت یک شیری بود که از تو خیلی قوی تر بود و از تو قوی پنجه تر و وحشتناک تر و هراسناک تر بود. گفت بیا این رو به من نشان بده و آورد و آورد در کنار چاهی. از اون چاه گفت که پایین رو نگاه کن. آن شیر که این پایین رو نگاه کرد، عکس خود رو در آنجا دید و دید که یک شیر. غرشی کرد، آن هم غرش کرد و صدا هم تنین چاه هم آمد و نهایتاً این باورش شد و او حمله کرد و رفت و در چاه از بین رفت. اینجا مباحث بسیار عظیم عرفانی رو مولانا مطرح می کند که مسئله آیینگی رو مطرح می کند که آیینه هست، مسئله حقیقت و واقعیت رو به ما می گوید که هر کسی که هرچه می گوید حتما حقیقت نیست، به آن بیشتر بیندیشید و دقت کنید، و مسائل بسیار زیاد که این قسمت ها، این دو بیت اول تا بیت های بعدی تقریبا در تتمه آن است و مباحثی که در اونجا هست. اینجا دیگه آن قضیه رو نیاورده و مباحث خاصی که و استفاده هایی که مولانا از این قضیه دارد آورده.
آن که پا را در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگوید هر کسی که کوشش کرد براق به اون. براق کیست و چیست؟ براق همان اسبی است که گفتند اسب حضرت پیامبر بوده که در با آن به معراج رفته است. گفتند از برق بوده است و مانند برق و مانند سرعت نور حرکت می کرده است و چنان. حالا با این مباحث ما کاری نداریم. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. او حامل دین بود، خود دین رو حمل می کرد، اما وقتی با صداقت پیش رفت خود او رو محمول شد، خود او رو بر دوش گرفتند و بردند و به عالم بالا سپردند. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا حالا اینها از شاه فرمان می گرفتند و اکنون به سپاه فرمان می دهد. خب معلوم است دیگه، انسانی که از یک آدم بسیار بزرگی فرمان ببرد نهایتاً موجب می شود که فرمانده افراد پایین تر خواهد شد. هر کسی تا فرمان نبرد فرمانده نخواهد شد. یک کسی در یک جایی در نظام فعلی همچنین است، مثلا اگر فرماندهی به او گفت و او اطاعت نکرد، فردا این شخص فرمانده و نخواهد بود و دارای درجات بالای نظامی هم نخواهد شد. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر. تا کنون اختر و ستاره ها بر همه انسان ها اثر میگذارند دیگه، مثل ماه و تمامی سیارات در انسان، در وجود انسان اثر میگذارند. میگوید تا حالا اخترها بر او اثر میگذاشتند، ولی این وقتی با خدا شد خود بر اخترها امیر میشود. یعنی میتواند، قبلا ماه بر او اثر میگذاشت، اکنون این ماه رو به دونیم کرد و او بر ماه فرمان راند. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در آن شق القمر. اگه به نظرت اشکال میاد باید بری قصه شق القمر رو کامل کنی، وگرنه تا او رو کامل نکنی این موضوعات رو درک نخواهی کرده. کرده ای تعبیل حرف بکر را، خیش را تعبیل کن نه ذکر. خودی به اول برگردانی و با ذهنیت خودت او رو تفسیر کردی. میگه خودت و وجود خودت رو تعبیل کن، وجود خودت رو تفسیر کن، نه ذکر الهی رو. ببین تو چه اشکالی داری که نمیتوانی قرآن رو درک کنی، ببین چه اشکالی در تو هست که نمیتوانی مقام رسول رو درک کنی. اشکال از آنجا نیست، اشکال از تو هست. نیست فاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. حال یک مثلا یک خفاشی در درون غاری بگوید که آفتاب نیست و خیلی قاطعانه هم بگوید آفتاب نیست و بگوید آفتاب نیست، رسول آفتاب هم نیست، آیا به حرف او اعتنایی می شود؟ خب او که خود را محجوب و محجور کرده است. او باید اول اشکال رو از خود بگیرد و از دیدگاه خود و از آنجایی که قرار گرفته است بگیرد. و وقتی از غار آمد و دیده بصیر و بینا پیدا کرد، اگر آنگاه خورشید را ندید آنگاه می توانیم به او حق دهیم. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. بر هوا تعویل قرآن میکنیم. مولانا افراد رو که بدون علم دارن قرآن رو تعویل میکنن به اونها طعنه میکند. بر هوا تعویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو تعویل سنی. سنی یعنی بسیار با ارزش، سنتی، آنچه که بسیار عظیم است و خوب است. تعویل صحیحی که باید توسط اولیای الهی باشه توسط این انجام می شود. احمدا خود کیست اسباه زمین، ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین. می گوید این سپاهیان زمینی 10,000 20,000 که مقابل تو هستن اینا کی هستن؟ ببین تو می توانی از اینجا باشی، بر روی زمین باشی و سپاهت آن قمر رو شق کنه و جبین قمر رو بشکافد. تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. خیلی زیباست. یعنی آنهایی که میگفتن اگر اینجوری حرکت کنه نحس، اگر اینجوری حرکت کنه سعده، بگو که الان نحس و سعد فراتر رفت و الان دور تو هست.
کار و بار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون. تو هم از افلاک و اختر کن گذار، وانگهی نظاره کن آن کار با. میگوید که همچنان که کار انبیا بالاتر از این جهان است، بالاتر از همه این کیهان و کهکشان است، تو هم بایستی برای درک و فهم انبیا و اولیا بایستی از اینها فراتر بروی. ابزار بینش و ابزار دریافت خود رو باید عوض کنی. ماه عرصه آسمان را در شبی می برد اندر مسیر و مذهبی. ماه یه بار از شرق به غرب حرکت می کند. چون به یک شب مه برید ابراج را، از چه منکر می شویم اعراض را؟ وقتی که این ماه در یک شب برج‌ها رو می برد، یعنی از تمامی برج‌ها، برج حمل و ثور و جوزا همه اینها می گذرد، چون بر گرد زمین می چرخد و در اون حرکت خودش تمامی برج‌ها را می برد، یعنی برج‌ها رو یک به یک در می نوردد و طی می کند، می گوید چگونه وقتی اون حرکت رو می بینی چرا ماه وجود پیغمبر رو نمی بینی که او به معراج رفته است؟ صد چو ماه هست ای عجب در یتیم، که به یک ایمای او شد مه دونیم. یک اشاره او باعث شد که ماه به دونیم شود. میگوید در درون او صدها ماه هست، در درون در وجود پیامبر صدها ماه هست که همه در یتیم هستن. البته یتیم بودن هم اشاره دارد دیگه. یتیم یعنی یک دانه، نه اینکه یتیم. یتیم یعنی تک. در یتیم، نه در که یتیم نمیشود، یعنی بی پدر و یعنی پدر و مادرش رو که از دست نمیدهد. یتیم یعنی یکتا، یگانه، واحد. در یتیم یعنی در واحد، در یگانه، دری که مانند او دیگر دری وجود ندارد، نه یتیم. البته اینجا مولانا یه اشاره هم کرده به پیغمبر که خود یتیم بوده است و از یعنی پدر و مادرش رو در کودکی از دست داده بوده است. اما منظور اصلا از این یتیم آن یتیم نیست، فقط میخواهد یک کار هنری زیبایی اینجا نشان دهد. صد چو ماه هستی عجب در یتیم، که به یک ایمای او شد مه دونیم. چون گذشت احمد ز سدر مرصدش، و از مقام جبرئیل و از حدش، گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو که حریف تو نیم. اینجا بحث زیبایی رو مطرح می کند. مولانا مانند دریایی است که خروشان یک قسمت می رود، دوباره از آن دریا یک دریای دیگر، سخنش ناتمام می ماند و بعد به سراغ سخن دیگر می رود. می گوید وقتی که احمد از سدرت المنتها، سدرت المنتها درختی است که در بالای عرش است و بالاتر از آن دیگر چیزی نیست، در عالم ملکوت بالاتر از آن دیگر چیزی نیست و گویا بعد از آن وارد عالم جبروت و عالم لاهوت می شود. میگوید وقتی از سدره و مرصد، مرصد یا مرصاد یعنی محل رصد، محل دیدگاه، جایی که از آنجا میتواند، رصدخانه هم به همین منظوره دیگه، جایی که از آنجا میشود موارد رو دید. چون گذشت احمد ز سدره مرصدش، از سدره و مرصد آن سدره گذشت، از مقام جبرئیل و از حدش، چنان رفت که از ملکوت فراتر رفت. ملکوت کجاست؟ جای جبرئیله. جبرئیل دیگر نتوانست پیش برود. اینجا مولانا میگوید که به او گفت که همه شنیدیم دیگه، گفت چرا نمی آیی؟ چرا عقب مانده ای؟ گفت که من اگر یک قدم دیگر پیش بگذارم، فر ایزدی بسوزد پرم، پر من رو خواهد سوزاند. و در اینجا مولانا یک بحث زیبایی باز میکنه، میگوید تو نه شمعی نه پروانه ای. اگر چرا جبرائیل علیه السلام وقتی که به نزد خدا رسید از ترس سوختن بالش جلوتر نرفت؟ عاشق صادق باید چه کند؟ باید میرفت و میسوخت. چرا حذر کرد؟ چرا پیش نرفت؟ ولی رسول پیش رفت، رسول عاشقانه پیش رفت. در اینجا مولانا در جاهای دیگر هم هست که البته مقام حضرت مصطفی رو بسیار برتر از مقام جبرئیل میداند و حق هم همین است، و حق هم همین است که مقام پیامبر بسیار عظیمتر و والاتر از مقام و
حضرت جبرائیل است. جبرائیل که بالاترین درجه فرشتگان از آن اوست، پیغمبر از او به مراتب و بسی عظیمتر و اعلاست. این رو میگوید: گفت او را هین بپر اندر پیم، دنبال من بیا. گفت رو رو که حریف تو نیم، تو برو، من نمیتونم، من حریف این راه تو نیستم، همراه تو نمیتوانم بیایم. حریف یعنی کسی که همراه هست و با هم حرکت میکنن، این رو حریف میگوین. باز گفت او را بیا و ای پرده سوز، تو که پرده های پندارها رو میسوزانی، تو که جبرائیل فرشته اعظم خدا هستی. باز گفت او را بیا و ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. هنوز اینجا اول راه منه، چه زود پاپس کشیدی. گفت بیرون زین هده خوش پر من، گرزنم پری بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. یک عوام است، یک خواص است، یک خاص و خواص است. میگوید که اینجا او که از خواص بود، در برابر خاص و خواص و در برابر اخص برها بیهوش شد و در آنجا کاری از دستش بر نمی آمد. بیهوشی ها جمله اینجا بازی است، چند جان داری که جان پردازی است. میگه آنجا جبرائیل بیهوش شد در برابر مقام پیغمبر، اما در این جهان که بیهوشی ها هست، میگوید بیهوشی های این جهان در برابر بیهوشی های آن جهان اصلا چیزی نیست. دهشت ها و مجنونیت های این جهان در برابر مجنونیت های آن جهان اصلا چیزی در حساب نمی آید. جبرائیلا گر شریفی یا عزیز، تو نی پروانه و نه شمع. نه پروانه هستی نه شمعی. شمع چون دعوت کند وقت فروز، وقت فروزان شدن و افروختن، جان پروانه نپرهیزد ز سوز. پروانه خود رو همچنان با سکوت و با طیب خاطر خود رو به شعله شمع میزند و بال و پر خود رو میسوزاند. از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرائیلان بر نتافت. علم نشرح لکه صدرک و وزعنا عنک وزرک، این آیه مشهور قرآنی که میگوید شرح صدر داد خداوند، آنچنان شرح صدر و سینه ای به او داد که همه چیز برای او هویدا بود. هر یتیمی را که حق سرمه کشد، گردد او در یتیم با رشد. رشد یعنی با فکر و با در برابر غی و غاوی، که رشد کسی است که خود اهل هدایت باشد. هر یتیم، این یتیم همان که عرض کردم، و در یتیم در برابرش آورد و اینها رو از لحاظ ادبی با هم مقایسه بفرمایید که در حقیقت جناس تام است و بسیار زیبا هست. نور او بر ذره ها غالب شود، و از کمالش جهل ها طالب شود. آنقدر این علمش کامل است که حتی جهل ها هم طالب علم می شوند. در نظر بودش مقامات العباد، لا جرم نامش خدا شاهد نهاد. یک بحث دیگری که مولانا اینجا باز می کند این است که انشاءالله تمام می کنم، خسته نشید. بله، شاهد یعنی این که میگوید پیغمبر خود شاهد است. میگوید چرا نام پیغمبر رو شاهد گذاشت؟ چون که و اینجا توضیح میدهد که همچنان که قاضی به گوشش به شاهد است که ببیند این شاهد چه میگوید و حکمش رو بر اساس گفتار شاهد بیان میکند، خداوند هم پیغمبر رو آورد و شاهد خود کرد و این شاهد هرچه بگوید در حق افراد او خداوند به آن عمل خواهد کرد. گر هزاران مدعی سر برزند، گوش قاضی جانب شاهد کند. گوش قاضی دنبال اینه که ببینه شاهد چی میگه. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. قاضی که خودش ندیده، ولی چون شاهد با دو چشم روشنش دیده است، بنابراین هر چه میگوید این قاضی هم گویا دیده است و اون رو میپذیرد. خداوند انبیا رو فرستاد تا آنچه اینها میبینند رو هرچه بازگو کنند همان رو خدا عمل خواهد کرد.
گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. بدون غرض باشد و یک مطلب سری رو دیده باشد که فلانی آمد فلانی رو کشت. وقتی این آمد و شهادت داد، شهادت او پذیرفته می شود. در شب دنیا که محجوب است شید، شید همین کره خورشید است. خور شید، شید اون نورش است و خور هم بله در حقیقت خوری که هست، خور اون کره هست و شید هم خور شید، نور شید و یک جسم دارد، یک نور دارد. مانند آف تاب که تاب همان نورش است و آف خود آن جسمی است که در حال تلالو است. همین چنین است. در شب دنیا که محجوب است شید. اینجا چرا شید آورد؟ چون شیدی که خور ندارد، شیدی که روشنایی ندارد، در شب برای ما چون روشنایی ندارد از شید استفاده کرد. در شب دنیا که محجوب است شید، ناظر حق بود زو بودش امید. در دلش خورشید حق نوری فشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. وقتی خورشید باشد ستارگان در برابر او مقداری نخواهند داشت. پس بدید و بی حجاب اسرار را، میگوید همچون که خورشید همه اسرار رو در همه جای زمین میبیند، نور میافکند و هر چه در زمین است اونها رو میبیند. پیغمبر هم خورشیدی بود که همه آنچه که در نفوس انسان‌ها و در ابدان انسان‌ها و همه روابط انسان‌ها هست، همه آنها را می‌بیند. پس بدید و بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. سیر روح مؤمن را هم دید و سیر روح کافران را هم دید. نام حق عدل است و شاهد نام اوست، شاهد عدل است از این رو چشم دوست. خدا عدل است یعنی کسی که عادل است و شاهد هم نام پیغمبر است. این عدالت الوهیت با چه چیزی سازگار در می آید؟ با شهود. او شاهد است، او شهادت خواهد داد و عدالت الوهیت به سامان خود خواهد رسید. منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. عشق حق و سر شاهد بازیش، بود مایه جمله پرده سازیش. بعد از آن لولاک گفتند در لقا، در شب معراج شاهد باز ما. چشم او از چشمها بگزیده شد، تا که در شب آفتابش دیده شد. میگوید اینجا به چیزی اشاره میکند. عرفا معتقدند که اولیای الهی وقتی به قلب اشخاص نگاه کنند میدانند آن چیز. قلب مؤمن و کافر رو ببینند، اعمال او رو میبینند و قلب او رو میبینند. بنابراین اونها رو نمیشه گمراه کرد، اونها بلافاصله با یک دیدار به نتیجه میرسند. از آن جهت است که میگوید او هم شاهد است، شاهد همه اعمال ماست، شاهد کافر و مؤمن است پیامبر، و هرچه که میبیند به خدا گزارش میدهد و خدا که قاضی عادل است او بر مبنای آنچه که هست عمل میکند. و شفاعت هم همین مفهوم رو دارد که پیغمبر وقتی آمد و گفت این شخص رو من شفاعت میکنم، خدا به خاطر اینکه او رو شاهد خود قرار داده است و خلیفه خود قرار داده است، از آن جهت او رو در مطمع نظر قرار میدهد و سخن او رو میپذیرد. عشق حق به شاهد بازی. شاهد معنای دیگری هم داره، معنای زیبارو. پیغمبر زیبارو هم بوده است و میگوید که پیغمبر خدا عاشق پیغمبر بود و از این جهت او رو بر همه جهان سرور و سالار کرد.